ببخشید ستاره جون، این شماره تلفن دکتره بود، دوستتون بود، دکتر توکلی؟ آره، میخواستم اگه ممکنه به من بدی برای رنگ. خب میخوای خودم برات وقت بگیرم؟ چون سر دکتر خیلی شلوغه، وقت بگیرم برای فردا ببریش پیشش. نه، میخوام اول خودم برم. باش، برای فردا خوبه؟ خب بریم بشینیم حالا. نه یه چایی بخور. نه تو خونه تنهاست، یادت که نمیره؟ نه حتما. بابت امروز بابا این حرفا چی اتفاق میفته دیگه؟ کاری داشتی خبرم کن. خدا بس. شماره حسابت هم بهش میدادی؟ شماره حساب؟ بالاخره این همین مریضی که براش میفرستی یه پورسانتی باید بهت بده دیگه. قهوه میخوری؟ نه، نگران این دخترم امید. کار این خانم از نگرانی و این حرفا گذشته. اونی که من دیدم اصلا وضعش عادی نیست. مطمئنم یه چیزی اینو زجرش میده، یه مسئله روحی روانی امید. بله، تداوم بحران روحی لحظه‌ای، مشکلش اینه. بله آقای دکتر، شما چی تجویز میکنی؟ یه سوال ازت بکنم؟ بفرمایید، خواهش میکنم. میدونی فرق زن و مرد توی مورد چیه؟ چه موردی؟ همین مسئله یه روحی روانی. من نمیدونم، شما بفرمایید. زن ها با خاطراتشون زندگی میکنن، یعنی همه یه تلخی های گذشته رو، همه یه سختی های گذشته رو میذارن رو کولشون، با خودشون میبرن این برامون. اما مردا برعکس. برعکس چی؟ بله برعکس. چی شد؟ مردا هر چی که یادشونه از لذت‌های زندگی و شادی‌های زندگی، کاری به گذشته اونجوری که زنا فکر میکنن نداره. به خاطر همین دائم اشتباه میکنن. به خاطر همینه که هر وقت پای قصه مادر بزرگا میشینی، همه ی قصه هاشون پر از درد و رنج و غم و اندوه و عبرت. بله، پای قصه پدر بزرگا که میشینی پر از شادی و شعف و عبرت. حالا چه ربطی به مسئله این دختره داره؟ این یه چیزی از قبل داره آزارش میده امید. حتما این خانم یه مشکلی تو گذشتهش داشته که نمیتونه ازش جدا بشه، البته گذشته بدش. آخه میشه اینا رو از هم سوا کرد؟ خاطرات خوب و بد به هم سنجاق شدن. کاش اینایی رو که میگی باور داشتی. فعلا که این خانم هرچی خاطره تلخه با خودش داره این برام بر میبره. خب به خاطر همینه که مریضه دیگه. آخرش چی میشه؟ مطلب داره البته. استاد بنایی در این زمینه یک نظریه ی روانشناسی داره. میگه اینجور آدم ها سه حالت دارن. یا به خودشون ضربه میزنن، یا همه ی عقده‌هاشون رو سر یکی دیگه خالی میکنن، یا که افسرده میشه. عقده هاشون سر یکی دیگه خالی میکنن؟ یعنی یا خودشونو میکشن یا یکی دیگه رو. بابا بعد از جدایی کارخونه رو فروخت، رفت کرمان. البته حق و حقوق مامان تمام و کمال داد.
الان زن داره، خونه و زندگی داره. مامانم بعدش با شریک بابا عروسی کرد، با حمید احوازم. این مدت که من رفتم احواز نرفتم پیششون، یعنی از قاب گفته بودم من اونجا نمیام. اونا از اولش هم معلوم بود که نمیتونن با هم زندگی کنن. الان حمید چند سالشه؟ 17 سال. خب چرا نمیاریش پیش خودت زندگی کنه؟ اما نمیذاره. محبوب، هنوزم نمیدونم کدومشون واقعا مقصر بودن. مدت خیلی عذاب کشیدم محبوب، دلم میخواست میمردم. امروز برای دوستت بتول کاظمی رفتم پیش یه دکتر. دکتر؟ برای چی؟ یه دکتر روانشناسه، خیلی تعریفشو میکنن. گفتم که با هم بریم پیشش. بتول نمیاد. خب چرا؟ مگه نمیگی حالش بده؟ خب یه دقیقه با هم میریم. بتول اصلا از خونه بیرون نمیاد، میدونی؟ دلش میخواد تو خونه باشه همش. ولی من براش وقت گرفتم، نمیشه نیاد. من فردا رو هم مرخصی گرفتم که ببرمش. بتول با تو نمیاد. مگه با من بیاد؟ ولی خب تو بلد نیستی، هستی؟ خب کار نداره، تو آدرس چه بده من خودم میبرمش. خیلی خب، من آدرسشو بهت میدم. آره آدرسشو بده. مردا یادت که نمیره ها؟ هیچ کس بتول رو دوست نداره. برام وقت گرفته بودن. اسم شریفتون؟ بتول، بتول کاظمی. بتول کاظمی، خانم یوسفی قبلا در مورد شما صحبت کرده بودن. چه کمکی از من برمیاد؟ من یه دوستی دارم. شما عادت دارین همیشه عینک تیره بزنی؟ راحت باشین. شما میخوان در مورد کسی دیگه ای با من صحبت کنین؟ بله، دوستم خواسته دو سه تا سوال از شما بکنم. چرا خودشون نیومدن؟ خودش ایران نیست، آلمانه. فکر میکنید از راه دور میشه مشکل ایشون رو حل کرد؟ آخه خیلی حالش بده، من براش شعله زردم نصب کردم. چشه؟ اسم دوستتون چیه؟ روحانگیز. روحانگیز کمالی. اون فکر میکنه که من خول شدم، ولی من دوستش دارم. ولی شما که خول نیستین، هستین؟ خب اون میگه که خولم، یعنی هر وقت دعوامون میشه میگه. چرا اون باید یه همچه حرفی رو بزنه؟ اصلا منو دوست نداره.
بنشینین، یه مقداری در مورد دوستتون با من صحبت بکنین تا ببینم چرا یه همچی فکر میکنین. حتما یه راه حلی برای معالجش وجود داره، با من راحت باشین. میدونی من خودم که نمیدونم من روح انگیز عطول نمیدونم فدای سرت بابا جون، یه مسیج شما صد میگیرم. جهانگیر شوخی نکن، جدی جدی رفته نیومده. کجا رفته حالا؟ چه میدونم، از رفت دکتر ولی تا الان نیومده. خود تو چرا گوهشی تنها بره؟ نمیدونم، نزاشت. الو الو، بله بفرمایین. بله درسته، بله آقا میشناسم. چی شده؟ کلانتری؟ بله بله چشم. چی شده؟ گرفتنش؟ بابت چی؟ جرمش چیه؟ قتل. همین اون چیزایی رو که گفتی بنویس، چیزی از قلم نیفته. کاری داشتی در بزن، فهمیدی؟
اومدن. رو پس چی شده آقا؟ سلام علیکم. سلام، چطور شد؟ چی شد؟ چرا نیوردین؟ والا حالش خوب بود، فعلا هم باید اونجا بمونه. خب حالا شما دیدینش؟ بله، ولی این باس بمونه، فردا بازجویی داره. چی میگفتن؟ ها؟ والا رفته اونجا خودشو معرفی کرده، بعدم اعتراف کرده که یکی رو کشته. آدم کشته؟ آره. یعنی باقی فعلا که اعتراف کرده، اصلا بهش نمی اومد، اون اصلا آزارش به یه مورچم نمی رسید. یعنی آدم کشته؟ من بعیدم نیست آدمی که دستش تو اینجا میکنه تو شعله زد، خب ناراحتی اسباب داره دیگه. آدم هم میکنه رضا جان. آقا رضا، شما حالا کیو کشته؟ معلوم نیست، به ما که حرفی نمیزنن که. پس چرا اینقدر معطل شدی؟ چرا اینقدر دیر اومدی؟ ای آبجی، مگه ولمون میکردن؟ تا همین الان یه بند داشتن سینجیممون میکردن. شما چرا موندی معطل؟ خب بریم تو دیگه. حالا چرا شما نخوابیدین؟ خب کسی خوابش نمیبرد. اینجا اومدن همه ساختمون رو گشتن، از ما بازجویی کردن. بساتی داشتیم اینجا. جنازه اونی که کشتن اونجا بود؟ کدوم جنازه؟ خواهر من. جنازه هم باشه که اونجا نمیبرن. یعنی جنازه رو همونجا گذاشتن؟ خاکش نکردن؟ خب بده که رو زمین بمانه. مرضیه جون چه حرفایی میزنی، خوشت میاد نصف شبیا؟ خانم اگه جنازه هم باشه میبرن پزشک قانونی، نمیذارن اونجا بمونه که. بریم تو. حالا فعلا بریم تو ببینیم خاکی باید به سرمون بکنیم دیگه. بفهمه. بفهم. رضا اگه حرفی زده از رو جوونی زده ها. بگو ببینم چی شده. نمیدونم، من باورم نمیشه که اون همچین کاری کرده باشه. آخه یعنی چی؟ چرا قضیه به اینجا کشیده؟ راه این جنازه پیدا نشه. کدوم جنازه خانم؟ همین که دوست محبوب کشته دیگه. مرزی تو هم خوشت میاد نصف شبه یا هی جنازه جنازه میکنی؟ ول کن دیگه بابا. آقا ما نفهمیدیم بالاخره موضوع چیه. بعد از ظهری این خانم کمالی اومد با بنده سلام علیک کرد، خیلی مرتب با وقار. بعدم رفتن بیرون. آخر شبی یهو خبر میارن ایشونو به جرم قتل دستگیر کردن. مگه میشه آقا؟ چرا نمیشه؟ به قول جان وقتی طرف سیستمش قرقاچه به هم ریخته است، میزنه آدم هم میکشه. قرقاچ؟ فقط میدونین چیه؟ ما میخوای بریم تو؟ این جنازه مرد بوده، زن بوده، چی بوده؟ مرضیه؟ آی مرضیه جون، قربونت برم عزیز من، وقتی این جنازه پیدا نشده چجوری بفهمن مرده یا زن؟ ماشالله شما. چیزی که تا الان مسجله اینه که ایشون خودشو معرفی کرده، بعد اعتراف کرده که یکی رو کشته، اون آدم هم دوستش بوده.
جنازه زن بوده. خانم مارپل دست بر میداری یا نه؟ ای بابا خب شما هی میگن قط 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 باید یه جنازه داشته باشه دیگه. بابا یه جنازه خدمت این خانم بده، خیال ما راحت کنین. راست میگه آقا، اونی رو که کشته کجاست؟ آقا این آدرس درست درمونی که نمیتونه بده، رفتن یه چند جایی رو گفته گشتن همچی خبری نبوده، حالا فردا صبح قرار شده تحقیقات کنم ببینم جنازه رو کجا انداخت. به هر تقدیر من فکر میکنم که باید به خانواده‌اش خبر بدیم. بیر وقت و فردا باز جنازه هم رو ببریم سر کار. باشی باشی میرسیم. میشه یه وقتی از دکتر توکلی بگیری؟ من میخوام باش حرف بزنم. شما دل نمیکنی نه؟ میخوایی من باید بیان؟ من که تا صبح نمیخوام. من که تا صبح نمیخوام. علی هم بمونه یه اصلا نمیدونم میخوام چی کار کنم. بشین. خب اسمت چیه؟ روح‌انگیز. خودتو کامل معرفی کن. روح‌انگیز کمالی، متولد اهواز، 35 ساله. مجردی؟ بله. پس چرا اینجا نوشته متأهل ساکن آلمان؟ قبلا آلمان بودم چند سال. پدر مادرت کجا؟ پدرم کرمان، کارخونه داره. مادرم اهواز. از هم جدا شدن. الان با کی زندگی میکنی؟ چی؟ اینجا با کی زندگی میکنی؟ هیچ کس. واسه چی اومده بودی تهران؟ اومده بودم دوستم رو ببینم. عینکی تو بردار. نمیتونم، نور چشم رو اذیت میکنه. عیب نداره. واسه چی بتول کاظمی رو کشتی؟ من کسی رو نکشتم. پس دیشب واسه چی اعتراف کردی؟ یادم نیست. من یادم نیست. اسم دوستت چیه؟ محبوبه یوسفی. اونو که نوشتی فامیلته. خب ما هم فامیل دوریم. اونجا رو که گشتیم تو اونجا کسی رو نکشتی، پس کجا کشتی؟ ها؟ هرچی آدرس نوشتی غلطه. من کسی نکشتم. خودت گفتی اینجا هم نوشتی. یادم نیست. این بتول کاظمی کیه؟ ها؟ من از آلمان که اومدم به محمد زنگ زدم. محمد کیه؟ همونی که آدرسشو داده بودی؟ با هم نامزد بودیم قبل از اینکه برم آلمان. تو شرکت نفت کار میکنه. خب
اگه محمد نامزدت بوده پس چرا با کس دیگه ازدواج کردی ها؟ من آخه رفتم آلمان، یعنی بابا جور کرد که برم آلمان. محمد قبل از این که برم آلمان خیلی التماس کرد که نرم، ولی من اونجا رو دوست داشتم. نمیدونم چی شد رفتم آلمان، ولی یه دفعه دیدم اونجا محمد اومد فرودگاه، گفت تا 100 سال دیگه هم صبر میکنه. وقتی برگشتم ازدواج کرد. با کی؟ بتول کاظمی؟ خودش گفت. وقتی بهش زنگ زدم گفت ازدواج کرد، بعدم قطع کرد. دیگه ما چی زنگ زدم جوابم نداد. تو بتول کاظمی رو میشناسی؟ قبلا رو دیده بودمش، او خیلی سال پیش. ازش خبر داری؟ تو دیشب گفتی بتول کاظمی رو کشتی؟ دلم میخواست بکشمش. پس چرا دروغ گفتی؟ ما محمد رو پیدا کردیم. بتول کاظمی 6 ماهه که مرده از سرطان.